با سلام، با ما همراه باشید با خبرهای امروز جمعه 25 مهر ماه 1392 27 سپتامبر 2013. در ابتدا با هم نگاهی داریم به سرخط خبرها. ابراز رضایت وزرای خارجه ایران و آمریکا از نشست گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک. دور بعدی گفتگوها در ژنو. حسن روحانی در نشست خلع سلاح هسته‌ای خواستار ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه شد. آمریکا از اسرائیل خواست درباره ایران شکیبا باشد و به دیپلماسی فرصت دهد. انتشار یک گزارش تحقیقی درباره کمک‌های ایران به حزب الله. تجهیز حزب الله و نیروهای نظامی سوریه میلیاردها دلار هزینه بر دوش جمهوری اسلامی گذاشته. دولت کنیا درخواست دستگیری یک شهروند بریتانیایی عضو گروه الشباب را از سوی اینترپل صادر کرد. ملاله یوسفزای جایزه شهروند جهانی کلینتون را دریافت کرد. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. دوره جدید مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 با حضور محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در نیویورک برگزار شد. این نشست که در سطح وزیران خارجه برگزار شد، به خاطر قرار گرفتن جان کری و محمد جواد ظریف در نزدیکی هم اهمیت بیشتری یافته است. آخرین دیدار مستقیم وزیران خارجه ایران آمریکا به گفتگوی ابراهیم یزدی و سایرس ونس در سال 1979 برمی‌گردد. پس از اتمام جلسه جان کری وزیر خارجه آمریکا، ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا و کاترین اشتون هماهنگ کننده مذاکرات از این نشست ابراز رضایت کردند. محمد جواد ظریف نیز این نشست را بسیار سازنده و بسیار جدی توصیف کرد. ظریف همچنین ابراز امیدواری کرد که از طریق مذاکره همه تحریم‌ها برچیده شوند. ظریف گفت جان کری دیدگاه‌های اوباما را نیز منتقل کرد و اظهار داشت اکنون موقع عملی کردن حرف‌هاست. جان کری هم به خبرنگاران گفت او و همکارانش در گروه 5 به علاوه 1 محمد جواد ظریف را تحسین می‌کنند که به گفته او در لحن بسیار متفاوت و نسبت به احتمالات آینده بینش بسیار متفاوتی را مطرح کرد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا نیز پس از اتمام جلسه لحن و فضای گفتگوها را بسیار مثبت توصیف کرد. به گفته کاترین اشتون قرار است دور بعدی گفتگوها 23 و 24 مهر ماه در ژنو دنبال شود. در این رابطه توجه شما را به گزارش احمد باطبی خبرنگار ما از نیویورک و جزئیات بیشتر از نشست حاشیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلب می‌کند. روز گذشته آقای روحانی به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد سخنرانی در مجمع عمومی داشت و مثل سخنرانی روز اولش تاکید کرد بر خلع سلاح اتمی در سطح جهانی و به طور مشخص به اسرائیل اشاره کرد. ایشون گفتن که اسرائیل تنها کشوری که در منطقه به معاهده بین‌المللی منع گسترش سلاح اتمی نپیوسته و میبایست این کارو بکنه. ایشون اعلام کرد که کشورهایی که به سلاح دارای سلاح اتمی هستن مسئولیت اول رو در امنیت جهان و همینطور آرامش جهان دارن، بنابراین میبایست خودشون دست به دست هم بدن برای اینکه بتونن دنیا رو از سلاح اتمی خالی بکنن. ایشون پیشنهاد کردن از طرف شورای از طرف جنبش عدم تعهد که در اولین فرصت کنفرانس بین المللی ترتیب داده بشه برای اینکه راه‌های آری کردن دنیا از سلاح اتمی مورد بررسی قرار بگیره. ایشون پیشنهاد کردن از طرف همین جریان که روز 20 هر سال به عنوان روز جهانی آری از سلاح اتمی نامیده و همینطور خواستار برپایی کنفرانسی شدن که هر سال به طور منظم بررسی بکنه که چطور میشه سلاح اتمی رو از دنیا پاک کرد و چقدر این روند در طول سالش موفق بوده. موقع ظهر دیداری داشتن با آقای بانکیمون و چند قراردادی رو امضا کردن. نشست 5 به علاوه 1 بود که وزرای خارجه 5 کشور چین، روسیه و آلمان
و آمریکا و علاوه ایران شرکت کردند و بعد از اینکه نشست تموم شد به ترتیب با حضور خانم کاترین اشتون به ترتیب مقابل خبرنگاران قرار گرفتن و توضیحاتی رو دادن. تمام این وزرای خارجه یک نقطه اشتراک داشتن، اونم این که همه تاکید کردن در این نشست روح دیگری بر به اصطلاح جلسه حاکم بود و چشم انداز بسیار امیدوار کننده ای رو ترسیم میکردن در آینده که با این شرط اگر پیش بره به زودی این مشکل هم حل خواهد شد. آقای ظریف اومدن صحبت کردن و همین صحبت ها رو به زبان فارسی هم برای گفتن. برخی از خبرنگاران سوال که آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا و دیگه دست دادن یا خیر، هم از خانم اشتون سوال از آقای جان کری سوال شد، منتها هر دوشون با وجودی که سوال شنیدن جواب ندادن. ولی آقای ظریف صحبتی رو کرد در انتهای سخنرانیش و گفتن که با آقای جان کری دیداری رو در حاشیه این نشست داشتن، دیدار رو در روی رو داشتن و دو طرف توافق و سلاحی خوشبینی رو داشتن که با توجه به اون چیزی که مطالبه ای که طرفین مد نظرشون رو در آینده حرکت بکنن. آقای ظریف تاکید کرد که این دیدارهای به این شکل، هرچند که رو در رو هست، دیدارهای عادی که معمولا در نشست این چنینی پیش میاد. بعد از ظهر روز گذشته هم آقای روحانی جلسه ای رو داشت با نخبگان آمریکایی و بعد از اونم یک مهمانی شامی رو داشت با ایرانیان مقیم آمریکا. ظاهرا چیزی که گفته شده نزدیک به 3000 نفر آدم دعوت شده بودن که برخیشون حتی نتونستن برن داخل بخاطر اینکه جمعیت زیاد بود و جا به اندازه کافی نبود. دعوتنامه های پیشتر فرستاده شده بود برای برخی از افراد. در این نشست برخی از چهره های حقوق بشری، نمایندگان سازمان های حقوق بشری، برخی روزنامه نگاران ایرانی مقیم آمریکا، برخی افرادی که پیشتر در جنبش سبز و در سازمان هایی که پیگیری مطالبات معترضین به نتیجه انتخابات سال 88 میکردن رو به اصطلاح حضور داشتند، برخی از کسایی که فعالین ضد جنگ هستند در این نشست حضور پیدا کردن. رئیس جمهور ایران در نشست خلع سلاح هسته‌ای که در مقر سازمان ملل برگزار شد، هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای را نقض منشور ملل متحد و جنایت علیه بشریت خواند و با ابراز تأسف از ناکام ماندن حدود 4 دهه تلاش بین‌المللی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، اتخاذ گام‌های عملی عاجل برای ایجاد چنین منطقه‌ای را ضروری اعلام کرد. حسن روحانی در 4 روز اقامت خود در نیویورک به عنوان رئیس دوره‌ای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در نشست خلع سلاح هسته‌ای سخنرانی کرد. روحانی در این نشست گفت بی‌تردید اقدامات انجام شده برای خارج ساختن سلاح‌های هسته‌ای از حالت آماده باش و پرتاب یا کاهش تعداد این گونه سلاح‌ها نباید جایگزین امهای کامل آنها قلمداد شود. رئیس دولت 11 هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای را نقض منشور ملل متحد و جنایت علیه بشریت خواند و راهبردهای نظامی و امنیتی که چنین کاربردهایی را توجیه می‌کنند غیر قابل پذیرش عنوان کرد. روحانی خواهان پایان یافتن تهدید کشورهای غیر هسته‌ای به استفاده از سلاح هسته‌ای شد و از طرف جنبش غیر متعهدها از همه کشورهای هسته‌ای خواست پروتکل‌های الحاقی به تمام معاهدات مربوط به ایجاد مناطق عاری از سلاح اتمی را امضا کنند. رئیس جمهور ایران در ادامه با ابراز تأسف از ناکام ماندن حدود 4 دهه تلاش بین‌المللی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، اتخاذ گام‌های عملی عاجل برای ایجاد چنین منطقه‌ای را ضروری اعلام کرد. روحانی در ادامه افزود اسرائیل به عنوان تنها غیر عضو پیمان عدم اشاعه هسته‌ای در این منطقه باید بدون هیچ گونه تأخیری به این معاهده بپیوندد تا همه فعالیت‌های هسته‌ای در منطقه تحت پادمان‌های جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد. جامعه بین‌المللی درخواست روحانی از اسرائیل در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی موجودیت این کشور را به رسمیت نمی شناسد. از سوی دیگر ایران از سوی غرب متهم می شود که به تعهدات خود در این پیمان پایبند نیست و برنامه های اعلام نشده‌ای برای دستیابی به بمب اتمی دارد. تعیین روز 26 سپتامبر هر سال به عنوان روز بین‌المللی امهای کامل سلاح‌های هسته‌ای و برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در سطح مقامات
عالی رتبه در 5 سال آینده به منظور ارزیابی پیشرفت‌های حاصله در خصوص خلع سلاح هسته‌ای از دیگر پیشنهادهایی بود که روحانی در مقر سازمان ملل مطرح کرد. پیمان عدم اشاعه یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT که نخستین بار در سال 1968 میلادی برابر با 1347 خورشیدی میان چند کشور به امضا رسید، کشورهای جهان را از نظر در اختیار داشتن یا نداشتن سلاح اتمی تفکیک کرده است. مطابق تعریف‌های این پیمان، دارندگان رسمی سلاح اتمی 5 عضو دائم شورای امنیت چین، روسیه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه هستند. این پیمان تا کنون توسط 188 کشور امضا شده است. هند، پاکستان و اسرائیل دارندگان غیر رسمی سلاح اتمی محسوب می شوند و هنوز به NPT نپیوستند. کره شمالی که این پیمان را امضا کرده بود نیز با آزمایش های اتمی خود عملا از آن خارج شده است. آمریکا در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته در خصوص نیات حسن روحانی از همپیمان خود در خاورمیانه خواست که شکیبا باشد و به دیپلماسی فرصت پیشرفت بدهد. یک مقام ارشد آمریکایی که رویترز نام او را فاش نکرده به این خبرگزاری گفت نمیتوان از سخنان حسن روحانی که بر لزوم دستیابی به توافق هسته‌ای بین 3 تا 6 ماه آینده تاکید کرده و خواهان گفتگوی سازنده با غرب شده است غافل شد. این مقام آمریکایی افزود کشورش همچنان به هماهنگی با اسرائیل و سایر همپیمانان خود در خلیج فارس ادامه می‌دهد. سخنان این مقام بلندپایه آمریکایی پس از آن بیان شد که نخست وزیر اسرائیل پس از سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل این نوت را فریبکاری، دورویی و عیبجویی از جهان توصیف کرد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو رئیس جمهور پیرامون اوضاع خاورمیانه و به ویژه لزوم یافتن راه حلی فوری برای حل بحران سوریه به بحث و گفتگو نشستند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما مهستان بختیاری در ترکیه. در حاشیه 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آقای عبدالله گل ریاست جمهوری کشور ترکیه با آقای حسن روحانی دیدار و گفتگو کردند. در این ملاقات آقای حسن روحانی کشور ترکیه رو کشور دوست و برادر خواند و به سابقه دیرینه فرهنگی و تاریخی دو کشور اشاره کرد و عنوان کرد که باید از این سابقه دیرینه تاریخی در جهت ارتقای روابط دو کشور استفاده کرد. در همین ارتباط آقای روحانی عنوان کرد که کشور ما در جهت توسعه روابط خودش با ترکیه سقفی رو تعیین کرده و امیدوار هستیم که تا سال 2015 ما به این سقف برسیم. آقای عبدالله گل هم متقابلا پیروزی آقای حسن روحانی رو در انتخابات ریاست جمهوری ایران بهشون تبریک گفتن و عنوان کردن که انتخاب شما نه تنها برای ایران اهمیت داره بلکه میتونه تأثیرات زیادی رو بر منطقه بگذاره. اما به تبع موضوع محوری گفتگوی رؤسای جمهور دو کشور موضوع خاورمیانه و به ویژه تحولات اخیر سوریه و مسئله تروریسم در منطقه بود. در این راستا آقای روحانی عنوان کرد که منافع هیچ کس در مسئله سوریه نزدیکتر از منافع همسایگانش در آن منطقه نیست، بنابراین در این راستا باید تلاش کرد که به یک راه حل مشترکی برای حل بحران سوریه دست پیدا بکنیم. آقای روحانی عنوان کردن که دو کشور ترکیه و ایران ابتدا باید تلاش بکنند که نگذارن مسئله سوریه حادتر از این و بدتر از این بشه و در گام دوم در واقع تلاش بکنند که گروه های تروریستی رو از خاک کشور سوریه بیرون بکنن. آقای عبدالله گل هم عنوان کردن که در زمینه حل بحران سوریه ایران میتونه نقش کلیدی و حساسی رو داشته باشه و امیدوار هستیم که با روابط میان دو کشور و ارتقای روابط میان دو کشور و همینطور تعامل با دیگر کشورهای منطقه به راه حلی فوری برای مسئله سوریه دست پیدا بکنیم. موضوع ارتقای روابط میان دو کشور ترکیه و ایران برای دولت مردان ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار در ابعاد مختلفی از جمله مسئله سوریه که در دو سال اخیر مطرح شده و به هر حال دولت مردان ترکیه بر این موضوع واقف هستند که ایران متحد استراتژیک دولت سوریه در منطقه هستش و برای چاره‌یابی در مسئله سوریه نیاز به تعامل بیشتر با کشور ایران هست.
مسئله دیگه مسئله ارتقای روابط تجاری و اقتصادی هستش که به هر حال شاهراه ایران و ارتباط با مناطق جنوبی و حوزه جنوب خلیج فارس برای دولت مردان ترکیه نیز اهمیت زیادی داره. همینطور مسئله جانبی دیگه که خود دولت ترکیه در داخل با اون مواجه هستش، از جمله مسئله پیکاکا که در این زمینه هم نقش ایران بی تاثیر نیست. بنابراین با این تعریف ارتباط با کشور ایران و ارتقای سطح روابط برای دولت مردان ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار هستش. تلویزیون ایران فردا، ترکیه. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در همایش پاسداران تشیع که در نیشابور برگزار شد گفت رأی مردم در نظام اسلامی مشروعیت ساز نیست و بزرگترین ظلم به اسلام این است که آن را غیر سیاسی بدانیم. بسیاری از روحانیون حاکم بر ایران همچون کاظم صدیقی معتقدند رأی و نظر مردم تنها در مقبولیت حاکم در حکومت اسلامی نقش دارد. محمد تقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه امام خمینی، نیز از جمله روحانیون محافظه‌کاری است که سالهاست این عقیده را دنبال، آموزش و ترویج می‌دهد. 11 شهریور سال گذشته نیز علی سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران، گفته بود اعتقاد به مشروعیت حکومت دینی بر اساس رأی مردم یک انحراف است. علی خامنه‌ای، رهبر نظام و این دست از روحانیون دروس علوم انسانی، ارائه شده در دانشگاه‌ها را یکی از مهمترین عوامل تشکیک در مشروعیت نظام اسلامی و ولایت فقیه می‌دانند. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم گفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شهریه طلاب حوزه‌های علمیه 9 کشور را پرداخت می‌کند. مکارم شیرازی گفت طلاب حوزه‌های کشورهای هند، پاکستان، عراق، اندونزی، سوریه، لبنان، افغانستان و آذربایجان در حال حاضر از ایران شهریه دریافت می‌کنند. این مرجع تقلید هیچ اشاره‌ای به میزان این شهریه‌ها و منابع تأمین آنها نکرده است. یک گزارش تحقیقاتی تازه منتشر شده حکایت از آن دارد که مجهز کردن حزب الله لبنان به سلاح و حضور این گروه نظامی در سوریه میلیاردها دلار هزینه بر دوش خزانه جمهوری اسلامی قرار داده است. برای آگاهی به جزئیات بیشتر این گزارش، توجه شما را به گزارش دیگری از مهیستان بختیاری جلب می‌کنم. خبرگزاری رویترز امروز یک گزارش تحقیقاتی رو منتشر کرده که بر اساس این گزارش زوایای روشنتری از نقش حزب الله لبنان در سوریه و همینطور نقش کلیدی بازیگردان اصلی این صحنه، یعنی جمهوری اسلامی، رو ارائه میده. در این گزارش تحقیقاتی عنوان شده که حضور حزب الله لبنان در سوریه با موافقت همه اعضای این گروه همراه نبوده، چرا که برخی از اعضای حزب الله لبنان مخالف حضور این نیرو در سوریه بودند و دلیل می آوردن که به هر حال حضور حزب الله لبنان در سوریه میتونه یک ریسک و یک قمار بزرگ باشه، چرا که میتونه موجبات درگیری میان حزب الله لبنان و گروه‌های سلفی و القاعده رو فراهم بکنه. اما گویا در این مسیر گریز و چاره‌ای برای حزب الله لبنان نبوده، چرا که این یک دستور از سوی مقامات جمهوری اسلامی بوده. این گزارش شما میکنه که بلافاصله بعد از حضور حزب الله لبنان در سوریه موجب میشه که نیروی ارتشی دولت سوریه تقویت بشه و موجبات تضعیف نیروهای مخالف بشار اسد رو فراهم بکنه. در این گزارش عنوان شده که جمهوری اسلامی ایران حزب الله لبنان رو ایجاد کرد تا سدی در برابر غرب و اسرائیل در لبنان باشه و در این مسیر بیش از 30 میلیارد دلار تا به الان صرف تجهیز این گروه کرده، به نحوی که امروز حزب الله لبنان از خود ارتش لبنان و حتی ارتش برخی از کشورهای عربی نیز قوی تر شده. این گزارش عنوان میکنه تنها حضور حزب الله لبنان در سوریه میانگین ماهانه بین 600 تا 700 میلیون دلار هزینه از خزانه دولتی ایران رو صرف خودش میکنه. در این گزارش اومده مسئله تنها تجهیز نظامی نیروهای حزب الله لبنان نیست، بلکه حزب الله لبنان برای ادامه حیات خودش و سر پا موندن نیازمند این هستش که حقوق ماهانه 60 هزار پزشک، معلم، کارمند و دیگر حقوق بگیران خودش رو از خزانه دولتی ایران تامین بکنه. به هر حال این گزارش ها و این تحقیقات در جای منتشر میشه که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که جمهوری اسلامی ایران با پافشاری بر مسئله هسته‌ای خودش با بی سابقه ترین
بیشترین تحریم ها در 30 سال گذشته روبرو بوده و ضربات مهلکی رو این تحریم ها تونستن بر پیکره اقتصاد ایران وارد بکنن و همینطور حمایت از گروه های چون حزب الله لبنان موجبات نگرانی برخی از کشورهای منطقه و بدبینی اونها رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده. تلویزیون ایران فردا، ترکیه. اینک توجه شما رو به ادامه خبرها جلب میکنم. مجلس ایران روز یک شنبه لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست بنا به رأی دادگاه امکان پذیر خواهد بود. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران گفته است این تصمیم امکان سوء استفاده از کودکان را از بین میبرد، اما کارشناسان و فعالان حوزه کودک معتقدند این لایحه تبعات منفی گسترده‌ای بر کودکان فرزند خوانده خواهد داشت. شیوا دولت آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با سایت این انجمن تاکید کرد که بحث مادر بودن و پدر بودن و تغییر آن به زن و شوهر مسئله ای است که نگرانی بسیاری از کارشناسان را به همراه داشته است و به اعتقاد فعالان حقوق کودک به جای قانونی کردن این مسئله باید این پدیده را غیر قانونی اعلام کرد. شورای نگهبان هنوز در خصوص این قانون نظر نداده است. در حالی که بارها نسبت به وضعیت نامناسب زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها انتقاد شده، اما فرمانده ناجا مدعی است بازداشتگاه‌های ما قفسی تنگ و کثیف نیست. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که با سینماگران دیدار می‌کرد با انتقاد از فیلمسازان گفت برخی از سینماگران هنوز هم فکر می‌کنند بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی محلی مخوف و کثیف است. به گفته احمدی مقدم پلیس ایران از پلیس هیچ کشوری الگوبرداری نمی کند. فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری 28 نفر از فروشندگان غیرقانونی ارز در محله گذرخان قم خبر داد. به گزارش مهر سردار کاظم مشتبایی گفت در اجرای طرح ساماندهی و ارتقای امنیت اجتماعی تعداد 28 نفر از فروشندگان غیرقانونی ارز که 8 نفر آنها تبعه خارجی هستند شناسایی و دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان قم بیان کرد اقلام کشف شده از متهمان شامل دلار، دینار، ریال عربستان و سیم کارت‌های اعتباری است. بر پایه جدیدترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ، بیشتر آمریکایی‌ها جمهوری اسلامی ایران را دشمن خود می‌دانند. در این نظرسنجی تلفنی که از حدود 1000 نفر از شهروندان آمریکا در 50 ایالت آن کشور انجام شده، 45% جمهوری اسلامی را دشمن و 38% آن را کشوری غیر دوست توصیف کردند. تنها 10% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی ایران را کشوری دوست و یا متحد آمریکا می‌دانند. و اما در آستانه دور جدید مذاکرات تهران با گروه 5+1 روز پنجشنبه در نیویورک، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفت پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران باید بر اساس اصل معامله متقابل استوار باشد و لغو تدریجی تحریم‌ها به موازات حل مسئله را در نظر بگیرد. در همین حال رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگو با همین روزنامه بر حل سریع مسئله اتمی ایران تایید و تاکید کرد و گفت انتخاب ایران برای حل این موضوع زمانی بین 3 تا 6 ماه است. با هم گزارشی می‌بینیم در همین رابطه و در ادامه با شما خواهیم بود با فریبا شیرازی و خبرهای خارجی. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید که اگر مذاکرات اتمی تهران با قدرت‌های جهانی به پیشرفتی منجر شود، تحریم‌ها علیه ایران باید کاهش یابد و در نهایت نیز ملغا شود. آقای لاوروف در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست که روز پنجشنبه 4 مهر منتشر شد، اظهار داشت: پیام‌هایی که اکنون از ایران شنیده می‌شود، دلگرم کننده است. وی افزود: مقامات ایران بر لزوم ادامه مذاکرات سهه گذاشتند. همچنین تمایل خود را به شفافسازی بیشتر برای رسیدن به نتیجه اعلام کردند و گفتند که عزم راسختری در این باره دارند. مناقشه هسته‌ای ایران در روزهای اخیر تحت شعاع مواضع حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. آقای روحانی هم در این اجلاس و هم در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های آمریکایی در نیویورک انجام داده بر حل مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرده است. رئیس جمهوری ایران در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ضمن تاکید بر حل سریع مسئله اتمی ایران گفت که انتخاب ایران برای حل این موضوع زمانی بین 3 تا 6 ماه است.
حسن روحانی در این مصاحبه گفت که هرچه سریع‌تر موضوع هسته‌ای ایران حل شود برای همه بهتر است. اگر 3 ماه موضوع حل شود این انتخاب ایران است. اگر به 6 ماه هم کشید باز هم خوب است، ولی صحبت از ماه است نه سال. وی افزود وقتی موضوع اتمی حل شد آن وقت می توان به موضوعات دیگر هم رسید. روحانی ادامه داد که پس از حل موضوع اتمی مانعی برای حرکتی رو به جلو در مسائل دیگر وجود نخواهد داشت. او در این مصاحبه تاکید کرده است که موضوع اتمی می تواند آغازی باشد بر آنچه میان او و رئیس جمهوری آمریکا طی روزها و هفته های گذشته رد و بدل شده است. در همین حال دور جدید مذاکرات تهران با گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در نیویورک برگزار شد که به خاطر حضور وزرای امور خارجه ایران و ایالات متحده در آن اهمیتی مضاعف یافت. دیداری که در طول 34 سال حکومت جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. اکنون سرگی لاوروف با اشاره به این مذاکرات و احتمال دستیابی طرفین به توافق میگوید که همزمان تحریم‌ها نیز باید به صفر گرایش پیدا کند. وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت تحریم‌ها به خاطر آن تصویب شد که تلاش‌ها برای حل مناقشه هسته‌ای ایران بی نتیجه ماند. اگر پیشرفتی حاصل شود این مسئله باید به طور متقابل همراه با کاهش تحریم‌ها و در نهایت لغو تحریم‌ها باشد. در اظهار نظری دیگر مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران، آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا نیز پیش از نشست وزرای 5 به علاوه 1 در نیویورک به دویچه وله گفت ادعاهای طرف ایران را به بوته آزمایش می سپاریم. او همچنین از چرایی عدم دیدار روحانی و اوباما در سازمان ملل گفته است تحریم‌های بین المللی آثار عمیقی بر اقتصاد ایران گذاشته است که مقامات ایران به آن اذعان دارند. در حالی که پیش از این می گفتند تحریم‌ها هیچ حاصلی ندارد. این تحریم‌ها شامل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز تحریم‌های یک جانبه است که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه تهران وضع کردند و شاهرگ‌های اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی و صنایع نفت و گاز را هدف قرار دادند. سلام بر شما، با من باشید با چند خبر خارجی. جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین موافقت کردند مذاکرات صلح خاورمیانه به صورت جدی‌تری انجام شود. به گفته کری دو طرف مذاکرات صلح را با حضور پررنگ‌تر آمریکا به عنوان میانجی ادامه خواهند داد. این مذاکرات پس از 3 سال توقف در ماه جولای از سر گرفته شد. با این حال دیدارهای مقامات دو طرف تاکنون دستاوردی نداشته است. منابع خبری گزارش دادند که در جریان اعتراضات چند روز گذشته در سودان 33 نفر کشته شدند. در همین حال برخی رهبران مخالف سودان شمار کشته شدگان در اعتراضات سودان را بالغ بر 60 نفر اعلام کردند. اعتراضات در سودان به دنبال سیاست‌های ریاضتی دولت این کشور از هفته پیش آغاز شد. با افزایش نارامی‌ها در سودان، منابع مخالف سودانی از درگیری‌های خونین میان نیروهای امنیتی و مخالفان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان سودانی با اعلام کشته شدن 60 تن در درگیری‌های روز چهارشنبه در مناطق مختلف سودان، مسئولان امنیتی این شهر را تهدید کردند که در صورت تداوم سرکوب‌ها شرایط را برای دولت سخت خواهند کرد. به گفته شاهدان عینی، مخالفان سودانی در شدیدترین موج اعتراضات خود علیه حکومت در 1 سال اخیر در شهرهای بزرگ این کشور از جمله خارتوم پایتخت دست به تظاهرات زدند و ماشین‌ها و پمپ‌های بنزین را به آتش کشیدند. گفته می‌شود در این نارامی‌ها بیش از 300 نفر زخمی شدند. مخالفان که بیشترشان را دانشجویان سودانی تشکیل می‌دادند، در حالی که شعار آزادی آزادی و مردم سرنگونی رژیم را می‌خواهند سر می‌دادند، به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند و در مقابل پلیس نیز به سمت آنها گاز اشک‌آور پرتاب کرد. منابع مختلف می‌گویند نیروهای دولتی برای رویارویی با مخالفان از گلوله‌های جنگی استفاده می‌کنند. به دلیل شدت درگیری‌ها، مغازه‌ها و واحدهای تجاری پایتخت سودان بسته و مدارس این شهر تا پایان ماه جاری تعطیل اعلام شده است. طبق گفته کاربران اینترنتی، اینترنت پایتخت قطع شد، اما مشخص نیست این قطع به دلیل تعطیلی‌ها و شرایط ویژه پایتخت است یا یک اقدام ماهرانه از سوی مسئولان حکومتی بوده است.
شاهدان عینی در شهر خارتوم همچنین به خبرگزاری‌ها گفتند که روز چهارشنبه 6 دستگاه خودرو توسط مخالفان خشمگین سودانی به آتش کشیده شده و پلیس نیز در ظهر روز چهارشنبه بخشی از مسیرهای منتهی به فرودگاه را بست و رفت آمد و وسایل حمل و نقل عمومی را متوقف کرد. در همین حال کمال عمر دبیر سیاسی حزب مردمی مخالفان سودانی با اعلام کشته شدن 60 تن در درگیری‌های روز چهارشنبه گفت این افراد به صورت خودجوش و بدون جهت‌دهی هیچ حزب سیاسی به خیابان‌ها آمدند. این در حالی است که احمد بلال وزیر اطلاع رسانی سودان گفت نیروهای امنیتی سودان با وجود حمله‌های متعدد مخالفان با خیشتنداری با آنها مدارا کردند. وی با اشاره به اینکه برخی از تظاهرکنندگان با خود سلاح هم می‌کنند افزود آنچه الان در سودان رخ می‌دهد یک هرج و مرج بی سابقه است. سفارت آمریکا در خارتوم نیز در بیانیه‌ای که به زبان عربی منتشر کرده است، خواستار آرامش شده است. این بیانیه می‌گوید از همه طرفین می‌خواهیم که به زور متوسل نشوند و به آزادی‌های مدنی و حق تجمع مسالمت‌آمیز احترام بگذارند. تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت این کشور در ابتدا با مشارکت دانشجویان برگزار شد، اما بر اساس گزارش‌ها سایر اقشار هم در حال پیوستن به آن هستند. رویترز نوشته که به پلیس سودان دستور داده شده است تا هرچه زودتر به تظاهرات و ناآرامی‌ها پایان دهد. تظاهرات معترضان به سیاست‌های ریاضتی دولت سودان از روز 16 ژوئن آغاز شد. در آن زمان دولت سودان تصمیم گرفت به دنبال کاهش شدید درآمدهای نفتی و برای مقابله با بحران اقتصادی کشور سیاست‌های ریاضتی اعلام کند. سودان کشوری با اقتصاد نفتی بود و درآمدهای نفتیش رو به رشد بود تا اینکه سودان جنوبی از این کشور جدا شد و 75% از منابع نفتی سودان را گرفت. سیاستمداران و از جمله عمر بشیر رئیس جمهور سودان از سیاست‌های ریاضتی حمایت کردند و گفتند در غیر این صورت فروپاشی اقتصادی در انتظار این کشور است. رئیس جمهور سوریه با اعلام اینکه سخنرانی اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پر از ادعا و دروغ بود گفته است سوریه از بند 7 منشور سازمان ملل متحد نمی‌هراسد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با شبکه تیلیسور گفت اظهارات اغلب مقامات آمریکایی از کمترین صداقت برخوردار است و سیاست واشنگتن از آغاز بحران سوریه تاکنون مبتنی بر دروغ بوده است و این مسئله پس از طرح ادعای سلاح‌های شیمیایی در سوریه شدت پیدا کرد، در حالی که آمریکا هیچ دلیل و مدرکی برای این ادعای خود ندارد. آقای اسد با بیان اینکه سیاست آمریکا تغییر نکرده است گفت این یعنی اینکه احتمال حمله به سوریه به بهانه‌های مختلف همچنان وجود دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش شواهدی قوی در دست دارد که نشان میدهد گاز سارین بکار رفته در حملات شیمیایی ماه گذشته در حومه دمشق دستساز بوده است. لاوروف در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفته است نتایج تحقیقات روسیه در مورد حملات شیمیایی ماه گذشته در دمشق و حمله مشابهی در شهر حلب در دسترس همگان است. دیپلمات‌های سازمان ملل می‌گویند به نظر می‌رسد که 5 عضو دائم شورای امنیت درباره صدور قطعنامه برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. در همین حال روز پنجشنبه روسیه اعلام کرد که برای پیوستن به تلاش‌های بین‌المللی در راستای نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه آماده است تا به نابودی آن کمک کند. روز پنجشنبه 4 مهر ماه پلیس عراق اعلام کرد که 4 بمب در بازار منطقه سبع البور واقع در حومه شمال بغداد منفجر شده و در نتیجه آن دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند. همزمان وقوع انفجار در بازار آسوریان محله عمدتاً سنی نشین عدوره در جنوب پایتخت به کشته شدن دست کم 7 نفر منجر شده است. روشی که بمبگذاران عراق در اکثر انفجارهای سال جاری به کار گرفتند، هدف قرار دادن مناطق پر ازدحام مانند بازارها، ورزشگاه‌ها، رستوران‌ها، مساجد و مراسمی مانند عروسی و عزا بوده است. نتیجه انتخاب این هدف‌ها افزایش آمار تلفات جانی بمبگذاری هاست. به دنبال درخواست کنیا، پلیس بین‌الملل اینترپل درخواست دستگیری سامانتا لوسویت، شهروند بریتانیایی را صادر کرده است. خانم لوسویت که به بیوه سفید پوست مشهور است،
همسر یکی از بمبگذاران انتحاری هفته ژوئیه سال 2005 در لندن است. گفته شده است که خانم لوس وید به گروه ستیزجوی سومالیایی الشباب وابسته است. در بیانیه اینترپل آمده است که خانم لوس وید که 29 ساله است از سوی مقامات کنیا به اتهام در اختیار داشتن مواد منفجره و همچنین توطئه برای ارتکاب جرم در دسامبر سال 2011 تحت تعقیب است. دادگاه ویژه سرالئون در لوهه حکم 50 سال زندان چارلز تیلور رئیس جمهور سابق لیبریا را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دادگاه تجدید نظر در چارچوب دادگاه بین‌المللی لوهه روز پنجشنبه 4 مهر ماه حکم چارلز تیلور 65 ساله را به اتهام شرکت در جنایت جنگی تایید کرد. چارلز تیلور به خاطر مسلح ساختن و حمایت کردن از شورشیان سرالئونی در ازای دریافت الماس مسئول جنایاتی است که در زمره فجیح‌ترین و وحشیانه‌ترین جنایات در تاریخ بشر به شمار می‌آید. تیلور در خلال جنگ‌هایی که در سرالئون و لیبریا رخ داد، شورشیان سرالئونی را در عملیات غارت معادن مس معادن الماس کشورشان رهبری کرد تا از سود فروش این الماس‌ها در تجارت اسلحه استفاده کند. به نخستین رئیس سابق دولت در جهان است که از زمان جنگ جهانی دوم تا به امروز در یک دادگاه بین المللی برای جنایات جنگی محکوم می شود. و اما آخرین خبر این که ملاله یوسفزئی فعال پاکستانی حق تحصیل زنان جایزه شهروند جهانی کلینتون را طی مراسمی در نیویورک دریافت کرد. ملاله در این مراسم بار دیگر بر اهمیت تحصیل نوجوانان به ویژه دختران و نقش آن در مبارزه با جنگ و تروریسم تاکید کرد و گفت با تروریسم از طریق آموزش مبارزه کنید و بگذارید یک بار دیگر یادآوری کنم که یک کتاب، یک قلم و یک آموزگار میتواند دنیا را تغییر دهد. ملاله یوسفزئی 2 سال پیش در سن 14 سالگی به دلیل اصرار بر حق تحصیل دختران در پاکستان هدف حمله مسلحانه افراد طالبان قرار گرفت. این بود چند خبر خارجی. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی با امیر خسرو جردی. با سلام، در این وقت چند خبر از جهان ورزش. هفته 11 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران با برگزاری دربی اصفهان پیگیری شد. در ادامه بازی‌های این هفته عصر امروز 6 دیدار دیگر برگزار شد. تهیان دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادشهر در دیداری حساس در دربی اصفهان را برگزار کردند. در ورزشگاه تختی بندر انزلی ملوان این شهر میزبان فولاد خوزستان صدرنشین است. در تبریز تراکتورسازی این شهر پذیرای نفت تهران از قرمزپوشان تبریزی که هفته گذشته شکست مقابل داماش گیلان را تجربه کردن برای رسیدن بالای جدول و رهایی از بحران چاره جز غلبه بر مهمان خود ندارند. راهن تهران به دیدار داماش گیلان می رود. در کرمان مثل این شهر که در قعر جدول ردبندی جای دارد با پرویز مظلومی سرمربی جدید خود میزبان گسترش فولاد تبریز است و استقلال خوزستان بحران زده در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف سبای قم می رود. در آغاز بازی هفته 11 عصر دیروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با سختی به سختی با تک گل دقایق پایانی سید مهدی سید ساله‌ای از صد مهمانش فجر سپاسی شیراز گذشت. سرخپوشان پایتخت با این برد خانگی 20 امتیازش به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کردند. همچنین دیدار سایپای الواز و استقلال تهران که قرار بود در کرج برگزار شود به علت مسابقه برگشت آبی بوشان مقابل اف سی سئول کره جنوبی در لیگ قهرمانان آسیا به زمان دیگری موکول شد. مدال‌های طلا و نقره پرتاب دیسک بازی‌های کشورهای اسلامی به ایران رسید. در ادامه این بازی‌ها که در اندونزی برگزار می‌شود، دیروز در دو و میدانی و ماده پرتاب دیسک احسان حدادی نایب قهرمان المپیک 2012 لندن که پس از بازی‌های المپیک دوباره با نام ایران در یک رقابت بین‌المللی شرکت کرده بود، با پرتاب به میزان 66 متر و 3 سانتی متر به مدال طلا دست یافت.
محمد صمیمی دیگر پرتابگر تیم ایران با رکورد 62 متر و 19 سانتی متر گردن‌آویز نقره را از آن خود و شرکت کننده ترکیه بر سکوی سوم ایستاد. همچنین در پرتاب وزن در بخش بانوان لیلا رجبی شرکت کننده تیم ایران با پرتابی به میزان 17 متر و 2 سانتی متر نشان طلا را از آن خود کرد. در دو 100 متر زنان نیز مریم توتی زودتر از سایین از خط پایان گذشت و به نشان طلای این ماده دست یافت. عظیم قیچی ساس کوهنورد ایرانی قله 8200 متری چوایو در تبت چین را بدون اکسیژن فتح کرد. به گزارش ایسنا قیچی ساس 12 شب چهارشنبه از کمپ 2 به ارتفاع 7100 متری به سمت قله حرکت کرد و توانست صبح دیروز در 12 قله بالای 8000 متری خود را فتح کند. قله چوایو معروف به الهه فیروزه در چین قرار دارد. عظیم قیچی ساس با فتح قله چوایو نخستین ایرانی لقب گرفت تا به حال توانست 12 قله 8 بالای 8000 متر جهان را صعود کند. به این ترتیب قیچی ساس تنها دو قله شیشاپانگما و لوتسه را پیش رو دارد تا به باشگاه کوهنوردان صعود کننده به 14 قله 8000 متر جهان بپیوندد. در این بخش چند خبر کوتاه. در ادامه رقابت‌های بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا در تهران دیروز تیم ایران در مساب با تیم قدرتمند کره جنوبی نایب قهرمان دوره گذشته تن به شکست 92-78 داد. در ادامه سومین دوره رقابت‌های واترپولو قهرمانی جوانان آسیا در سنگاپور دیروز تیم ایران در دومین دیدار خود مقابل تیم میزبان برتری 16-6 رتی و صاحب دومین برد پیاپی خود در این دوره از مسابقات شد. تیم ایران امروز در سومین مسابقه سریلانکا را هم شکست داد. به گزارش برخی خبرگزاری مقصد بعدی حامد حدادی بهترین سنتر 218 سانتی متری بسکتبال آسیا به احتمال زیاد لیگ چین است. یکی از تیم‌های صدر جدولی چین با پیشنهاد 1,200,000 دلاری در پی جذب این بازیکن است. اگر این توافق شکل بگیرد حدادی پس از صمد نکاح بهرامی دومین بازیکن ایرانی شاغل در لیگ بسکتبال چین خواهد بود. در این حال حدادی در انتظار پیشنهاد نهایی تیم‌های یوتا جاز و نیویورک نیکس از تیم‌های حاضر در لیگ NBA امریکا نیز هست. پس از شکست 1-0 لیورپول مقابل منچستر یونایتد در رقابت‌های جام اتحادیه انگلیس، براندن راجرز سرمربی قرمزهای آنفیلد با تمجید از عملکرد لوئیس سوارز مهاجم اوروگوئه خود گفت: فکر می‌کنم لوئیس عالی بود. می‌توانستید با توجه به اینکه در پایان بازی خسته شده بود بگویید مدت‌ها از میادین دور بوده است، اما واقعاً برای حریف تهدید است. و یه افزود او یک مبارز است، سوارز بسیار مصمم است و برای بازی آخر هفته مقابل ساندرلند آماده می شود. و در آخرین دیدار هفته پنجم رقابت‌های سری آ ایتالیا شب گذشته اینتر در ورزشگاه خانه خود جوزپه میاتسا شهر میلان مهمانش فیورنتینا را 2-1 مغلوب کرد و با این برد 13 امتیاز شد و پس از آس روم در رده دوم قرار گرفت. استوان کامبیاسو و جاناتان برای اینتر و جوزپه روسی برای فیورنتینا در این مسابقه گلزنی کردند. این بود چند خبر از جهان ورزش که به سمع و نظر شما رسید. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.